لالا جان من ماستم بد جمعه پیش شما بخدا چره برو خورده به دست شما نه خدا برو گای وقت زرده که شلقه اینجا پست میده نارگیر هم دارم آناناس هم دارن به نام خدای زمین و زمان که سقفی زده بیستون آسمان عرض سلام و درود حضور تمام شما عزیزان دوستای عزیز امروز آمدیم به جاده مهتاب در ولایت زیبای هرات تا گزارش ویژه‌ای از جاده مهتاب برای شما عزیزان داشته باشیم در حال حاضرم به سر جاده مهتاب هستیم میرم داخل جاده مهتاب در ادامه گزارش با ما همراه باشید خب دوستای عزیز در ابتدای جاده مهتاب نانبایی، لبنیات فروشی، سالن آرایشی، فروشگاه های مجلل وجود داره که میریم ببینیم دوستای عزیز چی کسایی رو پیدا میکنیم که خود دوستا صحبت کنیم همین رقم پیش میریم خود شما عزیزا که ببینیم دوستای عزیز چی کسانی هستن در این ساحه بیایم خود شما که اینجا به سر جاده مهتاب یک میوه فروشی لوکس و مجللیه که ببینیم چی دارن اینجا لالا جان نشتنم بخیرم سلامتم بیایم جلوتر بیایم جلوتر اسم شما امیر محمد جان عزیز خجالت نکشم گپ بزنیم این برستاد چیم پلومه آفرین این کیوی ها دوغلوه بله این چه دوغلو شده من صاحب از این دکون نیم اینجا شیشته بودیم این دکون من دکون شما این ها برنج و قیمه 50 افغانی ها دکون از شما نیی خب دوستا صاحب دکان نیست کسی نیه دیگه کمی از این مالتا خونی هم نگاه کنیم دوستا اینجا دیگه میوه فروشی همون تا داخلی و کسی نیه میرم خود شما جلوتر چون کسی به داخل دکان نیست اینجا هم رستوران تو فسفوت تاها که برنج و قیمه کیچری برنج با مرغ هر چیزی دارن بیایم خود شما به همین رقم برم جلوتر بیایم که اینجا همه چیز جالب دیدم برم خود شما به این سمت سرک باشه که سچرخه و موترها تیر شما موتر نزنه باشه این دوستا برن از کنار از اینا تیر میشه خب دوستا تولیدی روغن کنجد حیدری سلام علیکم حاجی کاکا جان اجازه هست ما بیامادم بدون اجازه شما اجازه شما باشه خب دوستای عزیز روغن کنجد حیدری در ابتدای جاده مهتاب میبینیم که روغن کنجد که کنجد خیلی فایده های زیاده داره باشه بیایم پیش حاجی کاکا کاکا جان خوب هستم سلامت زنده باشین سلامت باشین سلامت باشین عجب قد بلند دارم کاکا من تا کجا ایستاد میشم تو شونه شما گرچه من قد بلند نیام من تا بهمون ردیف میرم بفهمیدین یعنی کوتا قد نیام شما خوب قد بلند دارم اندام هم اوت پهلوانی مثل ورزش هم میکردم به سابق به جمعی چی ورزش میکردم گوشتگیری دویش گوشتگیری دویش بوکس کارو میکنم بوکس هم کار کردیم گوشتگیری به میدان هم گوشتی بگرفتیم به جوانی ها ایت میدانی نیکنیم بچه هم سند خود بچه هم سند و سال ها چند ساله بودیم گوشتی میگرفتیم تقریبا وقتی که ما گوشتی میگرفتیم 17-18 ساله بودیم 17-18 ساله به یاد چون خونه بیشتر به چی چمه میزده مردمه زنگه چپه پایلینگی ها؟ خب کاکا جان میبخشم خود شما چند دقیقه شوخی کردم پیچ بله روغن کنجد دستگاه شما هم که میبینم که اینجا خود شما طبیعی میگیرین بله روغن کنجد کیلویی لیترانه یا چی رقم فروخته کیلویی 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 چندیه حساب لیتر کسی نمیفهمه بفهمیدین بله. به یکی میگه 9 سره یکی میگه 8 سره یکی میگه مثلا 8 سره نیمه به این حساب گردن آدم استمش بله
ما کیلویی میفروشیم. کیلویی میفروشیم اما کیلویی 360 روپیه. کیلویی 360 افغانی. بله. کنجد خیلی مزایا داره دیگه. بیشتر وقتا ما داخل شهر میبینم نوشته قابولی با روغن کنجد. بله. یعنی مزایای زیاده داره. بله. اینا چیه کاکا جان؟ اینا کره بادام زمینیه. کره بادام زمینی. اینا بله. کیلوی چنده؟ اینا میده به کیلو 320 روپیه. 320 روپیه. دستگاهی رو داره. دستگاه اینا نمونه گاوگا میگیریم که بله. درست میکنیم میدیم. اینا یک کیلوه یا کمتره؟ اینا کمتر از کیلوه. کمتر از کیلوه. اینا چی؟ اینا؟ اینا به حساب تول کرده. تول کرده بله. تول کرده اینا میشه 100 روپیه، این میشه 120 روپیه، 250 روپیه. 250 روپیه. روغن ببخشید بادام زمینی، کره بادام زمینی. بله. خب این دستگاه کاکا جان که اینا فکر کنم تانکره. دستگاه خود روغن کنجد اینه. بله. کنجت هر شما من لازم داخل ازی؟ کنجت هم این لازم داخل ازی این به فرق میدونه درجه حرارت داره تکمیل میکنه. بله. درجه حرارت خود که تکمیل کرد بعد ما روشن میکنه. آها. روشن میکنیم و کنجت به داخل ازی میدازیم، روغن به دینگی میره، کنجاری ازی هم این فرق نمیتون تحویز این ازینگی بدن میشه. خب اینها دیگه زایات یا نه کاکا جان که کنجا رو میگم؟ کنجا رو میگم درسته؟ کاکا جان در قدیم خراسی ها بوده، همین فعلا هم فکر کنم به ارگ موجوده. این دیگه حال شکل میشه گفت که پیشرفته یا نه؟ بله شکل این راحت‌تر. این راحت‌تره و یکم روغن ازی پاکتره. پاکتره. روغن ازی دست نمیخوره، پاک بکیزه، همون درجه حرارت ارتمو خواری تین کرده و همون که ساخته، کارخانه که ساخته اون درجه حرارت تین کرده که نه از این درجه زیادتر میشه، نه هم کمتر، نه هم روغن میسیزونه، نه هم چی میکنه. همون تو بوی کفت هم اینا نمایه که داخل از این پیاز بندازم یا این سرخ کنم دوباره، فقط مثل روغن نبیتی که سرخ میکنم و داخل دگ میندازم این هم استفاده میشه. تشکر یک جان، سپاس کاکا جان، موفق باشن، خداوند به کاروبار شما برکت بده. خب دوستای عزیز، در ابتدای جاده مهتاب هستیم، دیدیم که روغن کنجد بود. میرم خود شما جلوتر، خب دوستای عزیز، در داخل جاده مهتاب تالار پذیرایی شام هرات را میبینیم که یک تالار بزرگیه. این طرف هم پارکینگیانه که تالار مجللیه، محافل عروسی، محافل ختم قرآن و محافل تولد هم اینجی برگزار میشه. بریم جلوتر خود شما عزیزا که اینجا جاده شلوغیه، خیلی جاده شلوغی از جاده مهتاب تصاویر داشته باشیم که این طرف هم میبینیم شیشه سکوریت مدرن، شیشه سکوریت حیدری. بریم خود شما پرسان کنیم که شیشه سکوریت در داخل هرات به چی شکله. جلوتر میرم خود شما که ببینیم دوستا درباره این شیشه ها توضیح بدن. اجازه شما باشه، ما بیامادم داخل. خوب هستن لالا جان؟ سلامتن. شما خوب هستن اجی لالا؟ زنده باشن، سلامت باشن. بفرماییم شما بشینیم لالا جان، بفرماییم. خوب که هستن، سلامتن، زنده باشن، سلامت باشن. معرفی کنه اسم شریف شما. احمد رحمانی هستم از ولایت. آقای رحمانی، نوشتی شیشه سکوریت، اگر توضیح بدیم که خود شیشه سکوریت چی مزایایی داره، یعنی چی؟ دیگه شیشه سکوریت چیز است، شیشه ناشکن، شیشه پخته میشه دیگه، برای همین در و دروازه استفاده یعنی شیشه ها ناشکنه. ناشکن دیگه، ناشکن یعنی بیشتر پخته، فهمیدیم؟ پخته. از شیشه خم قوی تر، فهمیدیم؟ اینا چند لایه داره؟ اینا یک لایه، یک لایه. بله. من شنیدم که اینا چند لایه و باعث بشه که صدا هم به داخل نیاد. دو جا داره. اون بخش سیوه ایت سکوریت. همین که میگه سکوریت، منظور از اینا اینه که ضد ضربه باید باشه. همین سر صدا بازم صدا رو کم میکنه، فهمیدم؟ درک با سکونی بازم صدا کم. یعنی منظور به ضربه زدن، ضربه از وسط هر چیز ضربه بزنی خب نمیشکنه. فقط همین گوشه از اینا مثلا خیلی ظریف هم بخوره ده کلا مثل از این نمونه ما درست کردیم. بله اینجی درست کرده. اینا مترانه یا دیگه؟ بله. متر چنده؟ متر دیگه نخره بدم شما. ها نخره بدم که دوستان بفهمم، ما هم بفهمیم. شاید یک وقتی اومدیم دکونه درست کردیم. 11 ساعت و 2000 تا 2000 11 ساعت
تا 2000 نخره نه تا 2000 نخره را خب اینا باز از 1100 کیفیتی و بالاتر میره 2000 میشه 2000 اصلا سفریشی میشه بله 2000 و 1800 و 15 سفریشی میشه بل. چیزی که اصلا مثلا 220 ما داره میجه استاندارد نفهمید با غیر استاندارد که اصلا بدو سفریشی از ایران مسافرشتیم بدو از این بیشتر بیشتر تشکر لالا جان یک جان سپاس موفق باشن خب دوستا نوشه جان شما تشکر زنده باشن خب دوستایی هم شیشه سیکوریت در داخل هرات برم خود شما جلوتر خب دوستای عزیز در داخل جاده مهتاب هستم بیایم خود شما برم جلوتر سلام علیکم اجل الله اشتنه بخیرم سلامتم کاکا جان شما خوبه سلامتم زنده باشم اینجا ششتم اختلاط میکنیم خوب کار میکنیم خوب کار میکنیم چی اختلاط میکردم کاکا اختلاط همین لیلمی ها و وضع بازار لیلمی ها چی رقم وضع بازار خوبه یا خرابه خرابه کی خوب میشه کاکا هر وقت الله پاک بخواه هر وقت الله پاک بخواه انشالله که خوب بشه که سر هم کشورا هست دیگه ما بیشتر هسته شما چه کار میکنیم ایجی لالا؟ ما همینجی دکون داریم جانو برای چی هست دکون؟ همینجی نلینچه بالش بار میکنیم نلینچه بالش بار میکنیم چند یار نلینچه بار میکنیم؟ دیگه بستگی داره نلینچه ها فرق میکنه جانو برای خورد و کلون داره خورد و کلون داره باز مدل های فرق میکنه حالا نرخ نمیدیم دیگه دیگه چرا نخری هم تقریبا 150 140 200 180 نمیفهمه فرق داره آه فرق داره بخیر باشیم مزاحم شما نمیشم بخیر باشیم خب دوستا اینجا هم نلینچه بار میکردن پنبه و پشم شیشه و اینا رو داخل نلینچه میندازن اینجا هم ببینیم که کتها و واسکتهای لیلمی دیگه اینجا هم میفروشن از شما نشه چندی هست قیمت ها کاکا این تیشرت ها دونه 50 روپیه جنس های اصلی خارجی ها دیگه اینها تیشرت ها به 80 روپیه 80 روپیه این کتا به چنده؟ کتا به 150 روپیه به 150 روپیه ارزون هم میدیم کاکا مسلمان ها با باره غریب هم پیدن روزانه چند تا میفروشیم؟ روزانه 10 تا از این میفروشیم یک 5 تا از این میفروشیم خدا به کاروبار شما برکت بده کاکا جان بخیر باشیم موفق باشیم بیم دوستا جلوتر برم خود شما اینجاگاه هم که میبینیم سوپرمارکتیه در داخل جاده مهتاب بریم بالا اینجا هم دوستا به چهارراهی رسیدیم لالا جان ایشتنم خوبم سلامتم زنده باشم بیایم میورتن اینجا بسته کم آخر مار گیر کردیم آخر گیر ماستم بچم شما رو گیر کردم دیگه گیر کردیم تو خوشحاله لالا جان من ماستم بچم افی شما بخدا چرا برو خورده به دست شما نه خدا برو گای وقت زرده که شلقه اینجا پست میکنم پست میکنم خیلی فایده داره زرده لالا دیگه خوب نور چشم برو من همی عادت شما رو دارم یعنی اگر من ری کنن برات سودا یک کاردی هم بم تکی سیخو میکنم زردک پست میکنم شلغم پست میکنم میخورم خیلی فایده داره مخصوصا بم زمستون که جلو سرماخوردگیر میگیره زردک زرد و شلغم که بتا شروع من نزیقش میزن که بخی چی میتر خوب مزه میده جاشت استایل مقبول تیپ سیام بزنیم چهره هم نورانی داخل جاده مهتاب میچرخیم با خدا دیگه چه کار کنیم کاروبار چی الان آیت شاداب موندیم دوده کنه این بره عکسی یا فروشگاه سوپرمارکت اون دیگه ایت تر و تازه منظم سوپرمارکت از جمانه که رقم وضعیت جاده مهتاب با خدا خوب بعد اینی برو میفهمین اینجگار چرا جاده مهتاب میگن با خدا یه دفعه ای که طول از شما شنیدم برو چرا میگن شما بمون چرا میگن جاده مهتاب نمیفهمیم مگر اقدیمی هایی جاده بپرسیم بخیر باشم لالا جان مزاحم شما نمیشیم موفق باشم لالا جان خب بیایم جلوتر اشتنم شما خوبم لالا سلامتم هیچی کوکو خوبه بخیرم زنده باشم چه کار میکنیم اینجا هیچی کوکو بیشتر خندونی هم هستیم آره چیکار کنیم جاده مهتاب دیگه بیکری میخندیم میخندیم بیکری میخندیم خنده هم خوبه میگم خنده شکر زندگی یا نمک زندگیه شکر زندگی شکر زندگی آفرین به شما نمک نیه دیگه شکرش نمک شوره شکر شیرینه بخند آدم خوبه این چاره ای داخل جاده مهتاب چیه چاره ای اوله اسم بیار بفهمیم چرا یه جاده مهتاب ولی ها چرا این جاده مهتاب میگم میفهمیم شما نه لالا اینجوار چرا جاده مهتاب میگم به خدا وقت بود این تالار بود نمیش جاده مهتاب شده می تالار بود فکر کنم به اسم مهتاب تیار شده بله حالا جاده مهتاب میگم
بخیر باشیم کاکا جان. زنده باشیم. انشالله که همیشه بخندیم. خوشحال شدیم. موفق باشیم. شما هم لالا جان بخیر باشیم. موفق باشیم. خب دوستا پیش بریم خود شما به داخل جاده مهتاب. این چهارراهی اول جاده مهتاب یکی از جاده‌های مشهور هرات دوستای عزیز. جاده مهتاب که این چهارراهی اول بود. می‌بینیم اینجا که بازم میوه فروشی مقبولیه که میوه های منظم و مقبولی در داخل هرات ما داریم. یعنی میشته مالتا لوکس مجلسی دارن دیگه، این ها هم که کلمبرگ سفید، کلمبرگ سرخ، ای برم سب سرخ و سب زرد دارن، منظم هم بچیندم. بیایم برم دیگه خود شما دوستا جلوتر ببینیم دیگه کیر پیدا میکنیم به داخل جاده مهتاب. مکتب یا مؤسسه تعلیمی خصوصی خراسان شعبه مرکزی. اینجا هم پارچه فروشیه که نوشته پارچه سرای مهتاب. اینجا هم دیگه توپک میفروشم. برم جلوتر خود شما. یک میوه فروشی لوکسه که ای بر ترکاری بابه، خیلی مقبول هم دیزاین کردن به شکل مجلسی، مقبول اوزده آماده. یعنی صاحب ازی فروشگاه، صاحب ازی میوه فروشی عجب سلیقه ای داره. بیاییم ببینیم اینجا گار اشته دیزاین کردن. به 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 اشته مقبول دیزاین کردن که کیف میکنه آدم. ببینیم دیگه نارگیر هم دارم، آناناس هم دارن دیگه، اینجا لیموشیرین هم دارم، انگور دیگه حاله به زمستان پیدا نمیشه، اینا انگور هم دارم، اون تازه هم هسته، سوای مجلسی، سوای سر، مالته یا نارنگی، کیوی، ناک یا گلابی میگن برای او، امروت هم بگم، دیگه انگور، کیله، آناناس، خیار، هر چیزی خواسته باشم داخل از این فروشگاه هست. او برم که ترکاری بابه، اونتا دوست عزیز ما مصروف کارن، کار میکنن. میرم امیتو خود شما جلوتر، برم خود شما بالا ببینیم دیگه دوستا در حال انجام چی کارهایی هستن به داخل جاده مهتاب. اونتا این میوه فروشی خیلی میوه فروشی مجلل و میوه فروشی لوکسی بود که لوکس دیزاین کرده بودن. دیگه در داخل هرات دوستای عزیز هر کس مصروف یک کاریه، هر کس مصروف در آوردن یک لقمه نان حلاله. برم خود شما به داخل پیاده رو که به به نونوایی مقبولی هم این جگاهه. لالا جان اشتنه بخیرم، سلامتم، زنده باشم. اینها نون خونه ها، باشم نشون بدم به دوستا، دوستای عزیز، نان خانه، نان وطنی. اینا خود آرد وطنی پخته میشه دیگه، آردی دقیق وطنیه. دونه چندیه اینا لالا جان؟ دونه 20 روپیه. آنی لالا بیامادم نزدیک با اشترم. لالا جان بیام یه برتر که تصویر شما رو هم ببینم. داخل جاده مهتاب نون بهی داره. بله. نونا دونه چندیه؟ 10 روپیه، 20 روپیه. اینو بزنی 10 روپیه، خونگی 20 روپیه. خونگی 20 روپیه هم داره. کنجتی هم داره. کم کنجتی یک دونه بده بابا. کنجتی ها 30 روپیه. کنجتی ها دیگه مت لوکس. حضور از خدا. خب کنجت هم به روی داره، بعد جا کم کنجت میزنم شما دیگه مکمل ایر کنجت ریس کردم دیگه که مکمل کنجت داشته باشه. سی روپیه یه. خب مزه میده دیگه که ایر آدم به صبحانه بخوره. بله بله، یک میتونیم امتحانم بخوره. زنده باشم، تشکر. بیشتر نون خوردم دیگه. لالا جان چند سال داخل جاده مهتاب نون بایی داریم؟ با خود مکو سینیم سال میشه آمادم اینجا. خلیفه ما تقریبا 6 سال. 6 سال. میفهمین اینجا چرا جاده مهتاب میگن؟ ایر نه. نه میفهم. خب مزاحم کاروبار شما نمیشیم لالا جان. بخیر باشه. خدا در خدمت. زنده باشیم. خب دوستای عزیز تا به حال فکر کنم از 3-4 نفر پرسان کردم، مون تو نمیفهمن اینجور چرا جاده مهتاب میگن. یک از کاکایی گفتن اینجا تالاری بوده به اسم مهتاب، به اسم عمو تالار شاید اینجا برنامه ریزی شده باشه و اسم ازی گذاشته شده. اینجا هم که سکل جور میکنم مزاحم کاروبار اونا نمیشیم. برم امیت بالاتر، هر دوستی مصروف کاروبار خود کنه. اینجا هم موترشویی منظمیه که دوستا مصروف کاروبارن، موتر میشورن. همیتا پیش برم خود شما دوستا داخل جاده مهتاب ببینیم دیگه چی کسب و کاری مردم در حال چی کارهایی هستن که ببینیم تصاویر جاده مهتاب.
اینجا که دیگه نمیفهمم جلالاشو کار میکنن. ایشتنم لالا جان خوبم، سلامتم، بخیرم، زنده باشم. اینجا چیه لالا، چه کار میکنیم؟ این تعمیرگاه لوازم برقیه. لوازم برقی؟ انجینر احسان الله جان عزیز، انجینر لوازم صوتی و تصویری بر کل لوازم برقی خانگی. اینجا که شما برار درسیار به پانتون خوندیم یا عملی جایی یاد گرفتین؟ ما رشته انجینری برق به لیسه تکنیک از سنف 10 تا به 14 بخوندیم، یعنی لیسه تکنیک هرات از سنف 10 تا 14 رفتیم بخش برق رو خوندیم. خیلی عالیه. به وجود شما که انجینر برق این جامعه ضرورت داره، چرا به شرکای صنعتی کار نمیکنیم؟ خدمت از مخاطر از این که من جای مسافرت بودم و شروع از این کار فعلا اینجا همین کار آغاز کرد. خیلی خوبه. چی رقم درآمد این کار؟ فعلا خوبه، خدا رو شکر. انشالله برکت بده خدا به کار و بار شما. بخیر باشم لالا جان، بیشتر مزاحم شما نمیشیم. بیایم خدا شما بریم جلوتر ببینیم دوستا چی کار میکنن. حال هم دیگه دوستان نزدیک نوروزه، میبینیم که اینجاگا از حمال مایی هایی که پرورشیه و ای که بیشتر دوستایی که در داخل هرات هستن به داخل خانه ها خون میخرن میبرن، مایی های منظم و مقبول اینجاگا دارن. باشه پرسان کنیم که این مایی ها را از کجا بیا آوردن؟ این مایی ها از کجا بیمادن؟ لالا جان اشتنم خوبم، سلامت شما هم بیاییم. اشتنم خوبم لالا جان، سلامتم، زنده باش. اشت مایی ها مقبولی آوردن؟ شما شما مقبول آوردن، زنده باش. اینا نمیموره تا به نوروز؟ میموره دیگه. خب چرا حالی ایت وقت داشتیم؟ خدای چیکار کنم؟ به خاطر نمایش که دوستا ببینن. میبرم میفروشم، میفروشم دارم. مایی فروشی منظمی هم داریم اینجا. چند سال کار میکنیم؟ 4-5 سال داخل جاده متا. این مایی ها دونگی فروخته میشه؟ دونه چندیه؟ دونه 20-30-50 مختلفه دیگه، مختلفه. تونگ میگم، شیشی و میگم، از اون هم داریم، خواسته باشم داریم. مایی های گوشخار هم داریم؟ نه گوشخار فعلا نداریم، نداریم. بیشتر مایی هایی که روز بمونه. بله میاره. بخیر باشم، خدا برکت بده به کاروبار شما. زنده باشم لالا جان، سلامت باشم. اشتنی لالا به خیر، سلامتی. اینا چیه؟ روغن او تیل چیه؟ روغن پندونه داشته. روغن پندونه اینا رو بخریدی؟ بله آیام روغن. اینا خیلی عالی یا پره؟ اینا خیلیه. خیلیه؟ خیلی خریدی یا پر خریدی؟ نه پر. پر خریدی به خونه میبری؟ نه این از روغن فروشی. از روغن فروشی تو میبری توزیع میکنی؟ بله. کیلو چندیه روغن پنبدونه؟ 90. 90 روپیه. دیگه شما مسئولیت شما اینه که اینا رو برسونی به دست مردم. بخیر بشی، برو به کار. خوب برس لالا جان. خب بریم جلوتر خود شما دوستا، به داخل جاده مهتاب هستیم. کم کم رسیدیم به چاره دوم. این جاده که از دوستا بیشتر قشر پولدار جامعه زندگی میکنن. اگه این ساختمان تصویری رو دوست عزیز ما نشون بدم ببینیم، عجب ساختمان لوکسه، نمای هم مکمل سنگ دیگه. فکر میکنم خود همکف و پنج طبقه خیلی مقبول دیزاین شده به این جگاه، به سر چاره دوم جاده مهتاب. رسیدیم به چاره دوم جاده مهتاب، بریم خود شما بالاتر. هم تایر درست میکنن و پنچری میگیرن. اونتا این جاده دوستا خیلی جاده شلوغیه، میبینیم که صدای سر صدای موترها هم زیاده، بیشتر موترها و سچرها و سکلها در حال رفتن به مکان یا خانه تو هستن. این دوست ما رو هم دیدیم که اشتست باسکل رو به هوا بالا کرد، ماست به زمین بخوره. به زمین نخوری کوکوشو؟ نمیخوری؟ بخیر بشی. سلام.
این جاده دوستا یک طرفی رو میخوره به نزدیک باغ آزادی، یعنی پهلوی لیسه تجربوی، و او طرف هم به جاده بانک خون ایراد میخوره. میرم بالا خود شما. خب دوستای عزیز، اینجاگاه هم میبینیم که قصبی لکسیه، اینجاگاه هم سوپرمارکت های مقبولیه. رسیدیم خود شما به سر جاده نظر قلنوی، گذر مرحوم نظر قلنوی، که همی گذر یا همی جاده به اسم نظر قلنوی یاد میکنن، گذر مرحوم نظر قلنوی. بیایم که دو دقیقه مزایم جلالاشیم. لالاشم اشتنیم بخیرم، سلامتیم. گوشی کار میکردم، من مزایم شما شدم. خوب که هستم، سلامتن. اسم شما لالو جان؟ اکمل. اکمل جان شته اسم مقبولی داره. پس هر جاده نظر قلنوی خونه شما نه اینجگا یا پیش کسی آمده؟ نه خانه بود. چی رقم اینجگا خونم فروشی هست؟ معلومات نداره. خبر نداره. زمین چی؟ زمین خیلی پیدا میشه؟ پیدا میشه. چند خونه مترانه فروشی چی رقمه؟ معلومات داره یا نداره؟ نه. چیه وظیفه لالا؟ من از ایران لین وارد میکنم. از ایران لین میارن؟ لین برق میارن؟ چی رقمه؟ لینا مترانه میارم؟ توپی میارم؟ چی رقم میارم؟ بدلکی میارم، باز مترانه میفروشم. مترانه میفروشم. اصلیت هم فکر کنم از ولایت زیبای کابل باشن، چون لهجه شما کابلیه. مهمان ماییم اینجا. بخیر باشیم لالا جان، موفق باشین. خب دوستای عزیز، این هم که گذر مرحوم نظر قلنویه که یکی از جاده های مشهور ولایت ایرات در داخل جاده مهتاب. آمادیم گزارشی از سر جاده مهتاب تا چهارراهی سرایی سوم، خود جاده نظر قلنوی. گزارشی بود که برای شما عزیزان ارائه شد، تقدیم شد. لطفاً عزیزان ما رو حمایت کنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، کانال رو با دوستا خوش شریک بسازیم تا ما انرژی بگیریم، گزارش های جذابتری برای شما عزیزا بسازیم. خب عزیزای دل، شما تا درود دیگر به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. خدا نگهدار همه شما عزیزا.